ایام نشاط و شور امت آمد، ایام نشاط و شور امت آمد، هنگام سرور و اخذ حاجت آمد. روز 3 و 4 و 5 شعبان از جانب حق سه پیک رحمت آمد. میلاد حسین است و ابوالفضل و علی، میلاد حسین است و ابوالفضل و علی، یعنی که سه منشأ سعادت آمد. آن ماه که ماه حاجتش میخوانند، ما بین دو خورشید امامت آمد. سلام عرض و درود، تبریک و تهنیت به مناسبت اعیاد شعبانیه و میلاد امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام و امام زین العابدین علیه السلام. انشالله که در این روزهای زیبا و پر از برکت، سرشار از شور و شعف و نشاط باشین. انشالله که از برکت این ایام بهره‌مند شوید. به برنامه خودتان، برنامه روشنا، بسیار خوش آمدین. در آغاز برنامه هستیم دوستان و بزرگواران. برنامه به صورت لایو از طریق اینترنت هم پخش میشه، میتونید که برنامه را ببینید. انشالله از طریق اپلیکیشن تلویزیون جهانی هادی هم میتونید برنامه را ببینید. نظرات خودتان را برای ما بفرستید. اجازه بدید تا یک سلامی هم با کارشناس محترم برنامه داشته باشیم، خانم رقیه حسینی. سلام علیکم خانم حسینی، بسیار خوش آمدید. تبریک و تهنیت عرض میکنم برای شما اعیاد شبانیه را. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت بینندگان این اعیاد شعبانیه را بهشون تبریک میگم، همچنین به شما انشاءالله که با تولد این بزرگواران و الگو گرفته از اینها، خصوصا که با اطفال چه رفتار مهربانانه داشتن، بله، الگو بگیرن والدین عزیز، مربیان، و انشاءالله فرزندانی تربیت بکنیم که پیرو اهل بیت باشن و زمین ساز ظهور آقا امام زمان علیه السلام، که انشاءالله نیمه شعبان در راه هست و پیشا پیش تبریک عرض میکنم. انشاءالله. بسیار بسیار تشکر از شما خانم حسینی عزیز. اما بینندگان عزیز و محترم ما، کارشناس محترم ما خانم رقیه حسینی روانشناس بالینی هستن، مباحث بسیار ارزشمندی را در مورد تربیت کودک با ما به اشتراک میگذارند. اگر شما کدام سوال از کارشناس محترم دارید، حتما سوالات خودتان را از طریق شماره تماس برنامه با ما به اشتراک بگذارید، از ما پرسان بکنید، حتما سعی میشه در همین برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ داده شود. اما خانم حسینی عزیز، بحث امروز در چه موردی است؟ دنباله کندخانی بود که تعریفشو عرض کردیم، عوارضشو گفتیم. کندخانی یک مطالعه است که بسیار آهسته انجام میشه و تمرکز و دقت بسیار پایینی را به کار گرفته میشه اگر طفل کندخان باشه یا انسان کلان. عوارضشو گفتیم و عللهایشو گفتیم و رسیدیم به راهکارهایشی، چی بکنیم که یک کودک یا یک دانش آموز کندخان را تندخان بکنیم، یا خود یک انسان عادی، یک انسان کلان رو کمکش بکنیم که تندخان شود. پس موضوع امروز برنامه راهکارهای تندخانی. چگونه ما تندخان شویم؟ چگونه ما تندخان شویم؟ خب خود تعریف تندخانی یعنی که فرایند ذهنی فعال همراه با تمرکز، همراه با سرعت بسیار سریع که واژگان میخوانیم و همراه با درک مطلب است. گاهی شد اینطور به نظر برسه که اگر من یک مطلبی رو بسیار تند و سریع بخونم یاد نمیگیرم، در صورت گفتیم برعکس موانعش ایست که اگر من کند بخونم، جنبه های حواس پرتی ما بسیار زیاد است، ذهن خوانی دارم، لب خوانی دارم، بلند خوانی دارم، در صورتی که اگر من تند خوان باشم بسیار سریع میتونم یک مطلبی را درک بکنم و همراه با او یک مطالعه بسیار سریع داشته باشیم. خب آیا تندخانی به نظر شما مفید شد؟ این سوال بشه اگر من تندخان باشم چه میشه؟ بله. خب ما میگیم با توجه بر رشد علم و دانش و گستره وسیعی که وجود داره، من باید تندخان باشم. چرا؟ چون که هر روز من باید علم تازه رو یاد بگیرم، هر روز باید من مکاشفه داشته باشم که یک مقاله و یک کتاب جدید رو مطالعه بکنیم، و این خصلت خوبه از طفولیت اگر ما شروع بکنیم، اگر از دانش آموزان ما شروع بکنیم، چقدر این میتونه رشد و پیشرفت بکنه. خب حسینی، من
مبحثی که شما میفرمایید که تندخوان باشین را میپذیرم در زمینه علوم که بسیار تخصصی نباشن، چون مثلا درسوی مثلا دکتری را یک نفر که میخوانم مباحث جزئیات بسیار زیاد است، خب چرا هم با تندخوانی جزئیات را به خاطر بسپارن؟ خیلی سوال بجا و قشنگی عرض کردی که من در ادامه مطالب میخواستم عرض بکنم. خب ما این تندخوانی را برای دروس خصوصا برای دانش آموزان و دانشجویان و کسانی که اهل تحقیق هستن بیشتر توصیه میشه و درسوی تخصصی گاهی به قول شما مثل یه سری معادلاتی هست، سری درسای کیمیا هست که دقت بیشتری رو میخواد، آرامش بیشتری رو میخواد، خصوصا در زمینه قرآن شریف، کتاب‌های مقدس، احادیث مثل کتاب‌های بزرگان و معصوم مثل نهج البلاغه. خب اینها هم به دلیل احترام گذاشتن به این منابع ارزشمند، هم ای که با تعمق باشه، تفکر باشه، با اندیشه باشه، در این زمینه ما تندخوانی رو توصیه نمی کنیم. چرا؟ چون که کتاب مقدسی است، هدف نیست که او را ما مطالعه بکنیم و بذاریم کنار، در صورتی که ما میخواییم او کتاب و منابع ارزشمند رو با حالت احترام به عنوان یک گنج میخوانیم، با آرامش میخوانیم، با تفکر میخوانیم. او برای ما مهم است. بله، جزئیاتش برای ما مهم است. چرا؟ میخوایم تفسیر بکنیم، میخوایم معنی یک آیه قرآن رو بفهمیم، میخوایم نهج البلاغه رو به درک برسیم، ممکنه چندین بار و بسیار با آرامش و طمأنینه بخوانیم. بله. پس در او زمینه توسعه نمیشه. اما در زمان مطالب درسی، در مطالب علمی روز توسعه میشه که من کتاب خوان باشم. من میخواستم یک درصدی از تندخوانی رو عرض بکنم و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، در یک حالت عادی که بسیار یک کودک یا یک دانشجو یا یک انسان عادی یک جمله یا یک کلمه را میگه از 200 تا 250 کلمه را در یک دقیقه میخونه. بله. بسیار شاید نمونهش باشه، تقریبا یک صفحه در یک دقیقه. اما انسان‌های متوسط از 250 تا 400 کلمه را در یک دقیقه میخونه. این متوسط است، نه خیلی تندخوانه نه خیلی کندخوانه. اما انسان‌هایی که فرایندهای مطالعه تندخوانی را بلد هستند و این مهارت و علم را دارن، از 400 تا 600 حتی تا 1000 کلمه را در یک دقیقه میتونن مطالعه بکنن. حالا میخواییم قبل از این که بگیم این مطالعه کردن تون چه رقم هست، میخواییم سرعت مطالعه خود بسنجیم. شاید والدین مشتاق باشد یا انسانهای کلان دانشون مشتاق باشه که خب سرعت مطالعه ما چقدر است. خب ما سرعت مطالعه رو میگیم که زمان میگیریم، همون زمان 60 ثانیه را. خب من یک کتابی رو خدمت شما میدم، یک پاراگرافی رو میگم که خب حالت عادی، نه که حالت تست و آزمون باشه که خب من سعی بکنم این رو تون بخونم، حالتی که هر روز شیوه مطالعه کردنت هست. من رکوردر میگیرم، من زمان شما رو میگیرم. خب میگیم این پاراگراف شما یا این صفحه کتاب بخون چه رقم میخونی. خب شما میخونین، من تو یک دقیقه میگم خواندن شما را یادداشت میکنم، میگم خب بس است، میشماریم که چند خط این صفحه، ممکنه این صفحه 4 خط داشته باشه، خب من یادداشت میکنم 4 خط این صفحه کتاب داشته یا 5 خط کتاب داشته، من 5 خط تا در یک دقیقه خواندم. خب تعداد کلمات هر جمله رو میشماریم. خب کلمات ما فقط کلمه رو میشماریم، گاهی به از حروف اضافی، حروف رفت رو نمیشماریم. اگه بشماریم خب خیلی بسیار زیاد میشه. خب فقط کلمه هایی که معنی داره میشماریم. ممکنه در یک خط من میگم در یک جمله 10 تا کلمه باشه. بله. خب من 10 کلمه رو ضرب در 5 خط میکنم، میشه چند؟ 50. 50 رو ضرب در 60 میکنم، میشه چند؟ 300. یعنی شما متوسط هستی، توی متوسط، نه خیلی تندخوانی نه خیلی کندخوانی. پس یک ضریب متوسط از سرعت مطالعه شما به دست آورد. اگر من این سرعت مطالعه را بلد باشم، خب میتونم روی خود کار بکنم. خب من باید خیلی کم است، چون اگر من قرار باشه که امروز یک کتاب 500 صفحه رو بخونم، او 2 هفته طول بکشه، خب زمان بره. و میگیم که اگر من کندخوان باشم چقدر معایب دارم. بله، چقدر بله. من اتلاف وقت دارم، اتلاف انرژی دارم، زمان کسر میشه،
حوصله من سر میره، بی طاقت میشم، بی انگیزه میشم، اصلا مطالعه دیگه مرا مزه نمیده. میگم بله. یه کتاب، یک مقاله که یک زمان ببره مرا از کل برنامه های زندگی من عقب بمانه، من این مطالعه رو خوش ندارم. پس مشکل ایست که من فرایند مطالعه کردن را بلد نیستم. اولین بار در ایالات متحده پی بردن که چرا ما عقب میمانیم، چرا ما نمیتونیم یک مطالعه سری داشته باشیم. نسبتاً شیوع هم داره، شیوع هم داره. چرا؟ یعنی شاید در صنف که هستیم، ما در دانشگاه که ما رفتیم مثلا، شاید در کل صنف که مثلا 40 نفر آدم بود، دو نفر هم پیدا نمیشد که بتونه که تندخوان باشه یا حداقل علاقمند باشه. یعنی بس اکثر انسان ها، بسیاری از افرادی که در دانشگاه بودن، من به یاد میاد، اصلا الان نمیخواندن کتاب غیر از کتاب درسی خودشون، رو مجبور بودن که باید درس پاس میکردن و نمیخواندن. متاسفانه به خاطر است که نمیدانند که شیوه درست و صحیح تود خواندن چه میتونه باشه. خانم حسین، یک میان برنامه رو ببینیم. تشکر. بعد از او در خدمت شما خواهیم بود بینندگان عزیز. بعد از یک میان برنامه برمیگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى بینندگان عزیز و محترم، شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنار از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. شماره تماس مثبت 964-780-255-13 در اختیار شما عزیزان است. تو همین الان هم میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال از کارشناس محترم، روانشناس بالینی خانم وقایه حسینی دارید، برای ما روان بکنید. انشالله سعی میشه که اگر مرتبط به موضوع امروز برنامه باشه، در همین برنامه به سوال شما عزیزان پاسخ داده شوه، و اگر نه در روزهای دیگر، شنبه‌های آینده، سعی میشه به سوالات شما عزیزان پرداخته شوه. همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم حسینی. خانم حسینی در خدمت شما هستیم. خب میخواستیم دو تحقیق عرض بکنیم، شاید ایجاد یک انگیزه شوه. از تندخانه خیلی مشهور جهان که بسیار زیاد است، ما یک نمونهش نام میبریم که بله. در کتاب گینس رکورد شده و این شخص به نام هاروارد استیفن برگ هست که میگه در یک دقیقه 25,000 کلمه را خوانده. در یک دقیقه 25,000 کلمه. وقتی فکر میکنیم مت شدنی و نظر نمیارسم. او هم نه ای که فقط خوانده باشه، همراه با درک. یعنی اگر همون 25,000 کلمه را که در یک مقاله بوده یا کتاب بوده ازش پرسان هم میکدن، میتونسته پاسخگو باشه. چرا؟ چون درک شده. خواندنی مفیده، مطالعه کردن مفیده که همراه با درک باشه، یعنی فراموش نشوه. درک مفهوم کلی یا جان کلام در اینجا مد نظر است، یا اینکه درک با جزئیات؟ چون نه. با جزئیات بسیار با جزئیات سخته. این هم جزء راهکارهاش هست که عرض میکنیم که جزئیات نه، او لپ مطلب. گاهی میگین که معلم میگه خب خلاصه ای درس برای من بگو. یک درس ممکنه 10 صفحه باشه، اما خلاصه و مفهومی او ممکنه 2 خط یا 3 خط باشه. چرا؟ چون که گفتیم بله. بیشتر جملات از حروف رد و اضافه استفاده شده. پس برای روش های مطالعه میشه. خب پس این یک تحقیق بود که این آقا رکورد کتاب گینس به نام خود زد. و این که ژاپنی ها شاید شنیده باشین که سرعت مطالعه و تنخانیشون در جهان بی نظیره. بله. مرد و زنشان ها. شخصی هم در ژاپن که تحقیق کردن، این شخص هم
کتاب به نام خود فکر کنم ثبت کرده باشه که میگه در یک دقیقه تونسته 110 صفحه از یک کتاب در یک دقیقه بخونه همراه با درک مطلب همراه با ای که معنی کل او کتاب فهمیده باشه. پس ما میگیم که این یک علم، یک مهارت، یک چیزی نیست که نشدنی باشه. گویا ما میگیم چقدر سخت است، نمیتونم. چرا؟ سختی، هر کاری سختی خود داره، خصوصا تندخوانی. دنیای امروز خصوصا دنیای اکنون الان مهارت تندخوانی شده یک مهارت، شده یک دانش که دارن براش کلاس میذارن، دارن براش کورس میذارن، کارگاه و ورکشاپ میذارن که روش های تندخوانی رو به ما آموزش بدن. چرا که شاید ما میگیم چند گام از جهان اول و کسانی که تندخوان هستن عقب هستن. من خانم حسینی مقایسه میکنم با وقتی که مثلا ما میخواییم که در کورس ها و کلاس های درایوری شرکت بکنیم و ادنم فهمیم که چطور یک موتر را برانیم. قبل از اون که در این کورس ها شرکت بکنیم هیچ ذهنیتی نداریم، برای اون بسیار سخت به نظر میرسه. ولی خب ما هم مثل دیگه انسان ها، چه مرد چه زن، وقتی که در این کورس ها شرکت میکنیم بعد از یک مدت میبینیم که خب ما هم تنستم که در این مهارت دست پیدا بکنم و موفق میشم و میتونم که انجام بدم. فکر میکنم این هم نمونش مثل همه تندخانی باشه، مثل همه به نظر بسیار سخت میاد، بسیار سخت میاد، ولی اگر مهارت کسب کنیم و چقدر لذت بخش میشه. به قول شما همین مثال که خوبی زدین در رانندگی، دو راننده را اگر ما در نظر بگیریم، یک راننده که بسیار با احتیاط، بسیار با ملایمت، ما تصادف نکنم، ما با آرامش رانندگی بکنم و مثلا ما میگیم روی سرعت 20 کیلومتر تا در جاده رانندگی میکنه، اما راننده مقابلش بسیار با جسارت، با اعتماد به نفس، با مثلا ما میگیم یک با سرعت 120 کیلومتر رانندگی میکنه. خب وقتی بررسی میکنن او راننده که با مهارت و جسارت رانندگی میکده، او هم تمرکزش بیشتر بوده، هم حواسش بیشتر بوده، هم او سرعت 120 کیلومتر در جاده داشته و زودتر به هدف رسیده. در صورت که این راننده خیلی مسیر هم شده که بالاخره مسیر هم شده چون که سرعت تنده، خب تمام تمرکز و حواسش به جاده است که تصادف نکنه و صحیح و سالم به مقصد برسه. جزئیات اضافه رو ندیده. اما کسی که با سرعت 20 کیلومتر در جاده رانندگی میکنه، خب وقتی بسیار آزاد داره، وقتی خانی داره، وقتی که ده هزار تا فکر بکنه، وقتی که همراه خودش یک پیاله چای رو نوش جان بکنه، آوازی رو با خود زمزمه بکنه، تخمه رو در مسیر بشکنه، خب این تصادفش احتمالش خیلی بیشتره تا او کسی که با این سرعت و مهارت و یا ای که لاقل خسته شد و بعد از یک ساعت میبینه به مسیر نمیرسه، خسته میشه، خستگی رو که داره. خب این شد پس از این تحقیقایی که انجام شده بود. خب حال میریم روی فرایند تندخوانی. خب من چی کنم که تندخوان شوم؟ اولین کار استراحت کافی است. ما باید خستگی جسمی نداشته باشیم برای هر کار، خستگی ذهنی نداشته باشیم، استراحت های کوتاه و مفید داشته باشیم، این که ذهن ما خسته نباشه، این که آرامش درونی داشته باشیم. گاهی استراب، گاهی مسائل روحی روانی هم باعث این میشه که من سرعت مطالعه ما پایین بیاد. پس من او موانع رو هم باید بردارم و تقویت بکنم به یک آمادگی داشته برای باشم. شروع کار است، چون برخی از افراد میگن که مثلا ما آخر شب که خوب خسته هستیم میخوایم که خواب کنیم، قبلش مثلا یک چند صفحه میخوانیم. خب این خستگی کاملا خسته است دیگه، ولی شروع میکنم بخونم. خب اینم عرض میکنم، وقتی من میخوام فرایند مطالعه تندخوانی رو شروع بکنم، خب کتاب مورد نظر خود میگیرم. گفتن برای اینکه من شیوه های تندخوانی را یاد بگیرم، بهتر است از یک رمان بسیار شیرین که بسیار ساده باشه، نوشتار ساده باشه، ایجاد انگیزه بکنه، هم اگر میخواد برای طفل باشه هم برای یک انسان کلان، از اون کتاب شروع بکنیم و این که برای خودمون نقطه گذاری بکنیم. من میگم نقطه الف دارم، نقطه ب دارم، نقطه س دارم. سه تا نقطه رو من برای یک کتاب در نظر میگیرم، صفحه برای خود مشخص میکنم. خب او راههایی که گفتیم باعث کندخانی میشه، با صدای بلند، با لبخانی، با ذهنخانی، من اونا را باید کنسل بکنم و حذف بکنم. تمرین چی کنیم خانم حسینی؟ یعنی که مثلا یک کتاب را به چند قسمت تقسیم چند قسمت کنیم؟ یک پاراگراف یا یک سفر من به سه قسمت تقسیم میکنم برای خود که خب من توی یک تایمی مثلا من میگم در
5 ثانیه یا 10 ثانیه من از قسمت الف میخوام تا به ب میرسم. خب حال ایره من دیگه با صدای بلند نباید بخونم، ذهن خوانی و لب خوانی نداشته باشم. خب چرا هم میخونم؟ تمرین چشم. به خاطر چند تا مهارت ما باید بلد باشم. چرا از چشم باید؟ ما گفتیم سر تکان دادن خودش باعث خستگی ذهن و جسم میشه، خودش عدم تمرکز میاره و درک مطلب گرفته نمیشه. پس من ثابت باید باشم و این نشستن ها هم خیلی مهمه. من خودم یادم دوران دانشجو یا دبیرستان که درس میخوندیم، خود دراز میکشیدیم، چای همراهمون بود، بخاری مثلا در زمستان روشن بود، یک پتوی هم روی خود مینداختیم و کتاب در دستمون خوابمون میرفت. ولی که سعی میکنیم خب اینا فرایندهایی هست که خب مضره. پس ما باید یک از لحاظ نور مناسب باشه، از لحاظ تهویه هوا مناسب باشه، حتما یک راه رفت و برگشت هوا وجود داشته باشه که او اکسیژن کافی به ما برسه و صاف نشستن و راست نشستن باشه. من گاهی در مهارت‌های زندگی در دختران میگم که تمام دخترها ملکه هستن یا تمام مردها پادشاه هستن. چه رقم؟ چون یک تاج روی سر خودشان است. خب میگیم تاجت نیفته، این تاج اگر روی سرت باشه خب سعی میکنی خم نشی، خمیده نباشی و صاف باشه. خب این باعث میشه که ذهن من یا همون حالت اعتماد به نفس به من میده. خب من شروع به خواندن این مطلب میکنم، سر خود تکان نمیدم با چشم. به خاطر همین روزهای اول، من میگم ماه اول حتی بسیار خرخته. چرا؟ چون من عادت کردم سر خود تکان بدم، نمیدونم با صدای بلند بخونم یا لبای خودش شور بدم. خب من میگم از طریق چشم. به خاطر همین من باید او چشم خانی رو بسیار تمرین داشته باشم. به خاطر همین در طول روز در اطفال یا خودمان این مهارت رو میخواییم کسب کنیم. گفتم میتونی چشم خوده پلکای خود دست بزنی، چشم خود باز و بسته بکنی و یک چیز خیره شوی. یک دقیقه برای خود بگیر، میگیم یک دقیقه تا دو دقیقه به یک جسمی خیره شو بدون اینکه پلک بزنی. گاهی حتی بچه ها میتونه حالت مسابقه بذاره، خب بیا با هم چشم جنگی بکنیم کی قراره چشمش تکان نخوره، یا بیا بدون اینکه سر خود ما برای تمرکز در مهارت‌های زندگی با کودکان میگیم که خب این انگشت مرا بدون اینکه سر شما تکان بخوره با چشم دنبال کن. این همون تمرکزه که ما می‌خوایم تمرکزش رو بالا بره. خب با همین من خودم میتونم با همین انگشت خود خیره شوم و فقط با چشم خود حرکت بکنم، این حرکت دست رو ببینم. به خاطر همین من میتونم که اگر این چشم خود تقویت کردم، میتونم مطالعه با چشم رو شروع بکنم. اولش بسیار سخت است. اولش بسیار سخت است. به خاطر همین یک مهارت است، یک کورسی رو باید بگذرانه. ولی خب ما میگیم این قابل تمرینه که در خانه و در مکتب معلم ها میتونن یک پاره وقت تایم رو برای این منظور بذارن. اصلا سر من میگم یک زنگ مخصوص بگه این زنگ تندخانی است و چقدر تشویق میشه بچه ها. حالت مسابقه هم که بذارن بسیار خوب جواب میده. بله. پس من شروع میکنم خواندن خودم با چشم. گفتیم همزمان همون خط برای که عرض کردیم جلسه پیش که با کاغذ ما وقت قرآن شریف رو میخوندیم برای ما خط بر جور میکنن. همون اگر خط بر هست، اگر قلم خود قلم هست، حتی اگه این وسیله نبود از انگشت، میتونیم اول کلمه خوانی کلمه رو میخوانیم فقط حرکت دست از زیر خطش. این برای چندین مرحله است تا این که چشم عادت بکنه، نه این که این عادت شوه که من همزمان همیشه با دست یا با یک انگشت باشه. اگر این جز عادت باشه، جز خودش مضراته. من کلان هم بشون بدون خط نمیتون. این باید به مرور که من تندخوان شیوه هاش یاد گرفتم، این خطبر برداشته میشه. بله. و این خطبر یک نشان یا یک فلش برگی است که چشم من حرکت کلمات و جملات رو دنبال بکنم. و این که یک میان برنامه رو ببینیم. تشکر بینندگان عزیز محترم، بعد از یک میان برنامه برمیگردیم. خدا بخشیده بر رویت جهانی از لطافت را، هنرمندان طرحی نو زده این قد و قامت را، علا بالا بلند سر به زیر محضر خورشید که کامل کرده چشمانت نشانی نجابت را. تو آن ماهی، تو آن ماهی که یک ایل عاشقانه خیره ات می شد و
به رخسارت خدا گویا تراشید ملاحت را، به رخسارت خدا گویا تراشید ملاحت را، کدامین واژه‌ات را شهر باید داد ای ساقی؟ ولایت یا اصالت یا شجاعت یا شرافت را؟ دعای خستگان قوم را آمین بگو ای مرد، که با نامت عجین کردند نام استجابت را. به قلب تشنه ام ساقی، به غیر از تو که می بخشد چنان باران به جای جرعه دریای کرامت را. کنار نام تو آینه بگذارند شاعرها، کنار نام تو آینه بگذارند شاعرها، به جای آن که بنویسند اوصاف شهامت را. قیامت محشری خواهد شد از حظ حضورت، پس به عشق دیدنت من عاشقم صبح قیامت را. چنان شد پیش کش پای برادر دستهای تو، که اخلاصش عوض کرده است تعریف سخاوت را. کنار القم سقا ترین تشنه حسینت خواند، کنار القم سقا ترین تشنه حسینت خواند، از آن خونگریه های زخم چشمانت خجالت را. علم افتاد و دست خیمه از دستت جدا افتاد، و زینب دید از آن لحظه به چشمانش اسارت را، و زینب دید از آن لحظه به چشمانش اسارت را. بینندگان عزیز و محترم، شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. باز هم تبریک و تهنیت ویژه به مناسبت عید شبانی میلاد حضرت ابوالفضل علیه السلام. عزیزان و بزرگواران، شماره تماس برنامه را فراموش نکنید، مثبت 964-780-255-43 در اختیار شماست. شما میتونید همین الان هم از طریق واتساپ و همچنان تلگرام با ما در ارتباط شوید. نظرات خودتان، انتقادات، پیشنهاد و یا اگر کدام پیامی و بینندگان محترم برنامه دارید، برای ما صدای خودتان را بفرستید. سعی میشه انشالله در برنامه صدای شما عزیزان پخش و استفاده بکنیم. همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم رقیه حسینی، روانشناس بالینی. خانم حسینی، شما در مورد تندخوانی صحبت میکنید که بسیار مهم است، نه تنها برای کودکان مهم است، نه تنها برای رفع معضل کودکانی که مشکل کندخانی دارن مهم است، که به دلیل شیوع مشکل کندخانی که از کودکی این مشکل درمان نمیشه تا بزرگسالی کشکده روان است. بله، بسیاری از بزرگسالها و بزرگان، افراد بالغ و جوان هم ممکنه که حتی با مناسب بسیار بالا هم برسن این مشکل را داشته باشن. برای همه اقشار جامعه بسیار مفید هست که استفاده بکنیم. انشاءالله در خدمت شما هستیم. با توجه گفتیم که کودکان استثنایی دچار معضل کندخانی بود، به خاطر همین ما کلی عرض کردیم. حال میگیم خب این کودک ما دچار کندخانه، ما میخوایم تندخوانیش کنیم. همین روش ها را معلم میتونه در مکتب اجرا بکنه، از طریق مسابقه گذاشتن، از طریق تشویق بچه ها، از اینکه اعتماد به نفس بچه ها را زیاد بکنه و تمرینات درسی و تکالیف خانگی را آسان بگیره. گاهی معلم ما مطالب درسی و مضامین بسیار سخت میگیره، امتحان بسیار سخت رو در اون در نظر میگیره و باعث اضطراب و ترس میشه، و از اون سمت هم خانواده با اجبار و زور و سختگیری که این درس را بخون. خب طفل ما کندخوان است و قادر نیست، پس چقدر خوب است که معلمان عزیز در مکتب شیوه های تندخوانی را آموزش بدن و از والدین همکاری بخواین.
گاهی ما میگیم اگر پدر مادر قادر نیست، یک از اعضای خوربرارایش که سواد دارن میتونه همیار معلم شوه. معلم همزمان هم آموزش رو که در مکتب در طفل داره میده در خانواده هم میده. یک سری از کلمات شروع بکنه. گاهی کودکان کندخان ما همون صنف اول مانده فقط کلمه خانی داره. پس سعی بکنه معلم از طریق تهیه کارت های بسیار رنگی که حتی من میگم توسط خود دانش آموز سر کلاس کلمات و واژه های خود درساشو بگه در طفل یک گروه تشکیل بده همراه با خانوادشم که در تماس بگه خب ما این کلمه ها رو امروز جور میکنیم، کلمه ها رو مترادفاشو پیدا کو، کلمه های هم خانوادهش رو خودتو پیدا کو، یک کلمه چند تا هم خانواده داره، چند تا هم معنی داره، چند تا مترادف و چند تا متضاد داره، اینا رو داخل یک جمله قرار بده. بعد از اینکه جمله قرار داد خب پاراگراف برای اینها تشکیل بدیم و از خود طفل بخواهیم که یک داستان و قصه نوشته بکنه. قبلش هم معلم گفتیم از کتاب‌های بسیار ساده، کتاب‌هایی که داستان‌های جذاب و شیرین و آموزنده داره، همزمان خودش آرام آرام بخونه. چرا؟ چون گفتیم طفل ما کندخوان است، یک معضل داره. آرام خوانده شوه، بعد دانش آموزایی که قوی تر است اونا بیان بخونه. همون تمارین که معلمین مخصوصا سر کلاس موقع خواندن دری دارن که یک نفر با صدا بلند میخونه بقیه خط میبرن. خب این قسم تمرینات معلم توسط دانش آموزانی که خواندنشون خوب است اجرا بکنن و بعد برسه به کودکانی که کند خوانن. خب حال شما بیا این مطلب بخوان، ای پاراگراف بخون. خب اگر سریع تر بخونی امتیاز داری، اگر خوب بخونی ما صدای تو را ضبط میکنم، با صدای او روش بکنی. حتی از طریق کندخانی او تشویق و انگیزه را ما در دانش آموز و کودک خود باید ایجاد بکنم که او خودش رغبت پیدا بکنه. و ای که فضای مطالعه در خانه برمیگرده که میگه خانواده میتونن یک گوشه از اتاق، یک جایی را بسیار جای مرتب و منظم که فضای مطالعه داشته باشه، یک کرسی بانن، یک گلوگیای کوچیکی بانن، چند تا منبع کتاب بسیار ساده تهیه بکنن همراه با خود کودک که حالت جایزه و تشویق داشته باشه. بگه بیا این کتابخانه شخصی توست، یک جبه قرار بده. من گفتم چند تا کتاب به اطرافیان توصیه بکنه که برای طفلشون کتابای آسان که پاراگراف های خیلی کوتاه داره، داستان های خیلی کوتاه و شیرین داره به طفل هدیه بکنه. و همزمان در روز من میگم یک ساعت تا دو ساعت تمرین خواندن داشته باشه، چون کودک ما استثنایی و کندخوان است، باید ابتدا شیوه روانخوانی او خوب شوه، املای او تصحیح شوه. خانم حسینی که این کندخوانی حتی نه تنها به شخصیت خود و کودک و مشکل کودک بر نمیگرده، که متأثر از فضای صنف و کلاس درسی که در واسطه میباشه. مثلا معلمی که این معلم برایش مهم نباشه که مثلا محتوای اصلی درس چی میتونه باشه، سوالایی که طرح میکنه سوالای همه تستی، سوالی که بسیار جزئی اگر طرح کنه، خب کم کم با مرور زمان این طفل یاد میگیره که ما باید نگاه می رقم باشه. مهم نیست، معلم از من نمیخواد که من بفهمم که از اول تا پایان این مثلا فصل یا این مبحث درسی چه اتفاقی میفته. برای معلم مهم نیست که مثلا من بدونم مثلا در درس تاریخ میخونه، من بدونم که برار مثلا کوچیک پادشاه نامش چی بود، مثلا از کدام زن پادشاه قبلی بود، چنین چیزهای جزئیاتی را وقتی معلم پرسان کنه کم کم با مرور زمان اطفلم یاد میگیره که اما رقم مطالعه کنه. فکر میکنم یکی از مشکلات همین شیوه سیستم درسی باشه. سیستم درسی است که متاسفانه اشتباه است، همون سختگیری های بیجا، همین که به قول شما تفکیک داده نمیشه و مطالعه ما هدفمند نیست. ما باید این آموزش رو به طفل خود بدم یا حتی به انسان کلان که هدفمند مطالعه بکن، تقسیم درس داشته باش. همزمان گاهی دانش آموز یا معلم خانواده وادار میکنه طفل همزمان 4-5 ساعت کلی درس ها رو مطالعه بکنه. بله. من میگم همزمان با استراحت کافی، با تغذیه کافی، با ای که بسیار آسوده خاطر بودی، از درس آسون شروع کن به درس خط. همزمان یک درس مطالعه نکن. من میگم چند درس مضامین ریاضی باشه، کیمیا باشه، خواندن فارسی باشه، کدام درس طفل ما خوش داره و از خواندن او انرژی میگیره. اگر یک بسیار درس سختی رو
مطالعه بکنه، بعد ذهنش خسته شد و جسمش خسته شد و دیگه رقبتی نمونه که درس بعدی رو مطالعه کنه. هیچ وقت هم این مهارت را یاد نمیگیرن. پس از مطالعه معذرت میخوام در کلامش. سوال دیگه ای که به ذهن میرسه است که ما تصور کنیم کودک را کندخان است، به هر دلیلی الان معضل و مشکل کندخانی را داره. اگر ما شیوای تندخانی را برای کودک اعمال بکنیم که تندخان شود، اصلا ضرورتی برای طفل است؟ شاید مشکل اولش یعنی مسئلهش همین باشه که کندخانیش رفع شود با یک حد نرمال برسه. این دیگه اضافه بر سازمان نیست که ما از او توقع داشته باشیم یا بخوایم برای شیوای تندخانی را آموزش بدیم. خب ما به طفل خود نمیگیم که ما میخوایم شیوه های تندخان را برای تو آموزش بدیم. ما در کل میخوایم درمان شود معضل کندخانی طفل ما، منتها همزمان ما میخوایم این شیوه تندخانی رو هم به او آموزش بدیم، غیر مستقیم و غیر ملموس، که طفل ما همزمان گام های محکم تری رو برداره. همزمان میخوایم اراده او رو قوی بکنیم، عزت نفس و تلاش او رو، چون بسیار تلاش میطلبه که طفل ما اگر ما سخت نگیرم، اگر ما این شیوه ها را از طریق خودش پیاده نکنم، طفل ما شاید یک نوع کسالتی که داشته باشه را همراه خود بکشانه. پس ما این را مستقیم به طفل خود ضرورتی نداره که بگیم خب تو باید یک شخص کندخان شوی، تو مثل فلان شخص شوی. قرار نیست که نام او در کتاب گینس ثبت شود. ابتدا همون راههایی را که ما عرض کردیم، راهکارها ای بود که کودک ما از صنف اول دیگه بالاتر بره، دیگه در کلمه خوانی نمانه. گفتیم او جز ریشه هاش بود که خب مشکل بینایی نداشته باشه، مشکل شنوایی نداشته باشه، سلامت جسم و ذهنش تایید شده باشه و ای که شیوه های تدریس معلم هم بررسی شود. به قول شما گاهی شیوه های اشتباه داریم، گاهی معلم شاید او علم فراگیری را به طفل نمیتونم مستقیم تحویل بده، گاهی از معلم خصوصی امکان داره استفاده شود، گاهی باید بررسی های دیگه صورت بگیره و ابتدا همون درمان هست که ما میخوام طفل ما از کندخانی به روانخانی، صحیح خانی و نوشتن املای درست برسه، بعد از اون همزمان که من میخوایم این تمرین رو داشته باشم، خب ما داریم شیوه های تندخانی رو هم به طفل خود یاد میدیم، به طفل خود داریم میدیم که سر خود تکان نده، به طفل خود داریم آموزش میدیم که با چشمت اگر بخوانی مطالب زودتر یاد میگیری و ای که یک زنگ تفریح هم وسط او درسایی رو که خوانده داشته باشه. گاهی هم گفته بودن فقط تمرین و تکرار. درست است. بسیار تشکر از شما خانم حسینی عزیز، بسیار استفاده کردیم. اما از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. و هم تبریک و تهنیت به مناسبت ایام زیبای شعبانیه. عزیزان و دوستان و بزرگواران، تشکر که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید. برنامه آینده را هم از دست ندید. برنامه گذشته را هم که از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی میتونید که انشالله دنبال بکنید. با امرای کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.